توی این ویدیو قصد داریم با هم بیت کوین و شرایط بازار رو از لحاظ درون شبکه یا همون آنچین دیتا بررسی بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر که هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب بکنید و اگر تازه با کانال ما آشنا شدید، ویدیوهای مختلفی رو هم برای تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال قردیم ازشون استفاده بکنید. برای حمایت بیشتر لطفا ویدیو رو لایک بکنید و لینکش رو هم برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما توی این ویدیو قصد داریم با هم بیت کوین و شرایط بازار رو از لحاظ درون شبکه یا همون آنچین دیتا بررسی بکنیم و ببینیم که چه دیدگاهی رو میتونیم توی کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم و تحلیل تکنیکال بیت کوین رو هم توی ویدیو قبلی قرار دادیم که اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو هم ملاحظه بفرمایید. بریم سراغ در واقع شاخص های درون شبکه و ببینیم که چه دیدگاهی رو میتونیم توی بازار داشته باشیم. همونجوری که ملاحظه میفرمایید ما توی وبسایت کریپتو کوانت هستیم و یک سری از شاخص ها رو معمولا که با هم دیگه بررسی میکنیم و جزء استراتژیمون هست رو جلو میبریم و ببینیم که چه دیدگاهی رو میتونیم داشته باشیم. شاخص اول All Exchanges Net Flow هستش که در واقع ورودی و خروجی به تمامی صرافی ها رو نشون میده و ملاحظه میکنه که خیلی تفاوتی رو نداشتن، یعنی میشه گفت که برابری این شاخص رو داریم که ورودی و خروجی ها تقریبا برابر هست از صرافی ها و طی چند روز آینده اگر که ورودی سنگینی داشته باشیم میتونیم شاهد ریزش های بیشتر باشیم و اگر که قرار باشه خروجی داشته باشیم شاید یک روشی رو توی بازار داشته باشیم. و همونجوری هم که میدونید ما توی یک سایکل در واقع اگر از لحاظ تکنیکال هم ملاحظه بکنیم چارت توی یک محدوده بیس یا یک پرچمی هستیم که حرکات سایدی رو داریم و میشه گفت که قیمت در حال رنج زدن هست شاید به اصطلاح، و به خاطر همین هستش که خیلی ورودی و خروجی خاصی رو ما توی بازار نداریم که بخواد بازار مومنتوم بگیره. و شاخص بعدی که قصد داریم در خصوص باهاش صحبت بکنیم فاندینگ ریت هستش که ملاحظه میفرمایید که طی چند روز گذشته رو اگر بخوایم بررسی بکنیم یک مومنتوم نزولی به خودش گرفته که اگر که قرار باشه این حرکت ادامه دار باشه و عددهای پایین‌تر رو ببینیم میتونیم ما اصلاحات بیشتر رو توی بازار ببینیم یا حرکات سایدی که توی بازار داریم رو انتظار داشته باشیم که به صورت نزولی باشه توی بازار، و در صورتی که بخواد این شاخص به سمت مثبت‌تر شدن بره شاید یک رشدی رو توی کوتاه مدت از توی چارت بیت کوین ما مشاهده بکنیم. و شاخص بعدی که قصد داریم بهش بپردازیم ماینر تو اکسچنج هستش که ملاحظه میکنید ما طی چند روز گذشته ورودی سنگینی رو داشتن، در واقع میشه گفت ماینرها ورودی سنگینی رو داشتن به صرافی ها که طی 4-5 روز گذشته یک مقدار در واقع آرومتر شده و خیلی ورودی سنگینی رو نداشتن، اما باز یک مقدار ترسناک هست این ورودی سنگینی که داشتن. و اگر بخوایم فروششون رو هم ملاحظه بکنیم ملاحظه میکنیم که از قسمت MPI باز شاخص توی همون تایم در واقع عدد 2 به بالا رو نشون میده که فروش بیش از حد ماینرها رو به ما نشون میده. و هش ریت رو هم اگر بخوایم بررسی بکنیم تو این مومنتوم سودی که داشته، یک روند سودی که در واقع میشه گفت توی بازار داشته، الان یک مقدار درگیر اصلاح کردن هست که اگر بخواد اصلاح ها کوتاه‌تر باشه مثل سایکل های قبلی که توی بازار داشتیم نشانه خوبی میتونه باشه که یک مقدار سختی شبکه هم کمتر میشه. اما اگر که قرار باشه این حرکت نزولی ادامه دار باشه و خیلی در واقع این روند سودی خودش رو از دست بده، یک مقدار از لحاظ امنیت و سلامت شبکه میشه گفت که بیت کوین دچار مشکل شده. و خیلی هم حالا اگر که بخوایم گذشتهش رو ببینیم توی قیمت بیت کوین تأثیری نداره، مثلا توی این ریزش ها ما باز حرکت صعودی رو داشتیم، اما از لحاظ سلامت و امنیت این دیدگاه رو میتونیم ببینیم. و اگر بخوایم درآمد ماینرها رو هم بررسی بکنیم میبینیم که خیلی درآمد ماینرها اومده پایین‌تر، و خب افراد سازمانی و افرادی که ماینرهای زیادی رو دارن میشه گفتش که شاید براشون صرف نداره که بخوان توی این اعداد شروع بکنن به هش کردن و ماینرها شاید فعالیت خودشون رو، یعنی در واقع میشه گفتش که ماینرها یک مقدار دست کشیدن از فعالیت‌های خودشون، و با افزایش قیمت بیت کوین و کاهش سختی شبکه شاید ما مجدد افزایش هش ریت رو توی بازار داشته باشیم. بریم سراغ شاخصایی که معروف میشه به آدرس‌های شبکه بیت کوین، که شاخص اول اکتیو آدرس هستش که شاخص آدرس‌های فعال این شبکه رو به ما نشون میده که معمولاً همبستگی رو داره با قیمت بیت کوین، که اگر ملاحظه بفرمایید در صورتی که سایکل مارکت صعودی باشه این شاخص‌ها هم به صورت صعودی عمل می‌کنن، و تو سایکل‌های نزولی معمولاً ما شاهد
کاهش اونها هستیم و ملاحظه میکنید که الان هم یک مقدار گارد نزولی به خودش گرفته و میتونه این در واقع آلارم رو به ما بده که شاید یک مقدار در واقع هنوز زود هستش که بخوایم ما تاییدی رو داشته باشیم بر افزایش قیمت بیت کوین و بگیم که شاید اینجا قیمتایی که تشکیل میشه قیمت کف بیت کوین هست و بهتره که با استفاده از شاخص های آنچین و حالا سایر دیتا ها تاییدی های خودمون رو بیشتر بکنیم و قصدمون هم دقیقاً به همین صورت هستش که بتونیم تاییدی های بیشتری رو بگیریم. مثلا اگر از لحاظ تکنیکال نواحی حمایتی یا حالا سطوحی رو پیدا میکنیم پایین قیمت که امکان واکنش رو ازشون داریم، از لحاظ تکنیکال که میتونیم تاییدی خودمون رو بگیریم و اگر که قصد افزایش سرمایه داشتیم با استفاده از آنچین هم اگر تایید بگیریم میتونیم به دارایی خودمون در واقع افزایش داشته باشیم یا صبر بکنیم که نواحی پایینتر رو هم ببینیم. و نیو آدرس هم دقیقا به همین صورت هستش که آدرس های جدید بیت کوین رو نشون میده که کماکان توی یک گارد نزولی هست و خیلی از افراد صبر کردن که شاید سایکل های در واقع میشه گفتش که شرایط بازارهای ریسکی یک مقدار بهتر بشه و حالا بیت کوین هم که جزء بازارهای ریسکی محسوب میشه و در صورتی که یک مقدار تاییدی ها بیشتر بشه و شرایط کل حالا جهان بهتر بشه در واقع میشه گفت بتونن که اقدام میکنن به سرمایه گذاری کردن توی این بازار. و شاخص بعدی که داریم ملاحظه میکنیم ETF هستش که صندوق های قابل سرمایه گذاری کردن یا معامله کردن هستش که صرفا صندوق پرپز رو داریم که روی وبسایت گلاس نود مشاهده میفرمایید که یک افت سنگینی رو میشه گفت شاید داشته این در واقع صندوق و خیلی از دارایی های خودشون رو به فروش رسونده، یعنی دارایی بیت کوین خودش رو به فروش رسونده که خب خیلی نشانه خوبی هم نیست برای مارکت و یک مقدار شاید ترسناک هم باشه که قصد دارن اینجاها بیت کوین های خودشون رو بفروشن. اما خب میگم صرفا یک دیدگاه هستش که باز بعد خودمون در واقع میشه گفتش که مدیریت سرمایه داشته باشیم و نسبت به اون سبکی که خودمون حالا بررسی میکنیم یا شرایطی که هست توی بازار اقدام میکنیم به خرید و فروش. و شاخص اوپن اینترست رو داریم که علاقه باز بودن معاملات توی بازار فیوچرز هستش که این قسمت هم برای اکثر صرافی‌ها رو نشون میده و شاخص پایین برای صرافی بایننس رو ما مشاهده میکنیم و از اونجایی که نقدینگی زیادی هم داره برای اینکه خیلی هم شلوغ نشه از این شاخص استفاده میکنیم و میبینیم که یک رشدی رو داشتیم و یک مومنتومی رو به خودش گرفته و الان توی نواحی هستش که میشه گفت یک مقاومتی هست پیش روی این شاخص و شاید خیلی از افراد اینجا اقدام میکنن به بستن معاملات خودشون و نواحی پایین تر رو هم توی این محدوده ها اگر بخوایم استفاده کنیم کف قبلی خودش امکانش هست که قیمت برگرده و خیلی از افراد پوزیشن های خودشون رو ببندن یا میشه گفتش که اصلاح رو توی بازار ببینیم. و دیگه خیلی شاخص های زیادی رو با هم دیگه بررسی نمی کنیم که ویدیومون هم طولانی تر نشه و عرض کردم خدمتون اینها صرفا یک بررسی بود که قصد داشتیم از لحاظ آنچین با هم دیگه بکنیم و ببینیم که میتونیم تاییدیه‌ای رو داشته باشیم و چه انتظاری رو توی بازار داریم که آیا مثلا برای ورود کردن میشه گفت مناسب هست یا خیر و توجه داشته باشید که اینا صرفا تحلیل و دیدگاه شخصی هست و هیچ گونه توصیه مالی نیست و خودتون هم میتونید خیلی از شاخص ها رو بررسی بکنید و در خصوص خیلی از این شاخص هایی که صحبت کردیم آموزش هاش رو هم توی کانال قرار دادیم و میتونید ازشون استفاده بکنید. تا ویدیو بعدی و جلسات آینده خدا نگهدار.